امروز هم برگرده آبه این سراغ درست کردن نون باگت تو خونه. یه لیوان آرد میریزیم، دو و نیم قاشق چای خوری شکر، دو قاشق چای خوری مخمر، یه قاشق چای خوری نمک. اینا رو هم میزنیم تا یک دست بشه، بعد مایعات رو بهش اضافه میکنیم که همون آبه. آب هم تقریبا نصف یه لیوانه. اینقدر هم میزنیم تا خمیرمون یک دست بشه. خمیر رو اینقدر ورد بدیم که دیگه کم کم چسبندگیش به دست از بین بره. اگر نیاز داشته چسبندگی رو از بین ببریم، میتونیم کم کم خیلی خیلی کم در حد یه قاشق چای خوری آروم آروم بهش آرد اضافه بکنیم تا به این حالت برسیم. خب خمیر رو که خوب ورد بدیم، کرم هم بهش اضافه میکنیم، 10 گرم هم کرده باشیم برای نرم شدن و لطافت خمیر. این شکل نهایی خمیر شد، ببینیم هیچ چسبندگی به دست نداره. بعد اینجا هم که ظرف فر رو گذاشیم، کاغذ روغنی پخش کردیم زیرش، یه مقدار روی کاغذ روغنی چرت میکنیم، بعدش دیگه خمیرها رو شکل میدیم و میذاریم دیگه برمون استراحت کنیم. برای رول کردنش هم نگاه خمیر رو باز کردم، از همینجا آروم آروم رولش میکنم، میاد جلو به همین راحتی میذاریمش تو سینی. میتونید روی نون رو با تیغ کاتر یا حالا چاقو اینجوری فرم بدید. یه مقدار روغن میریزیم روی یه کیسه پلاستیکی، حالا من سفره یه بار مصرف داشتم از اون استفاده کردم، اینجوری چربش میکنیم، بعد میندازیمش روی این نونا که تو زمان استراحت این کیسه روشون باشه. اگه خواستین نونتون رنگ قهوه‌ای بگیره، میتونین پودر روگن بگیرین از سبز قندی یا بهش اضافه بکنین. اینم 10 گرمه. اضافه می‌کنیم به خمیرمون رو، کمی می‌زنیم که نون قهوه‌ای هم داشته باشه. اینم دوباره 10 گرم کرده که دمای محیطه رو اینجوری می‌ذاریم داخلش رو دوباره قشنگ ورزش می‌دیم که کلاً کره بره به خوردش. با این می‌خوایم نون همبرگری درست کنیم. اینم دوباره باید انقدر ورز بدیم که هیچ چسبندگی به دست پیدا نکنه. اگه یه جاهایش دیدین چسبندگی هنوز هست، خیلی کم اینجوری می‌تونین آردش اضافه بکنین. قشنگ دوباره ورزش بدین تا جایی که دیگه این چسبندگی از بین بره. سینی فر کاغذ روغنی یه مقدار اینجوری چربش می‌کنیم با روغن مایع. خمیر رو سه قسمت می‌کنیم، بعد چونه می‌کنیم. بعد چونه کردنم دستم رو می‌ذارم روی میز، با شستمون خمیر رو جمع می‌کنیم. همه کار شستمون انجام میده. ورش می‌داریم، می‌ذاریم توی آب، توی کنجه، توی سینی. یه ذره روغن می‌ریزیم دوباره روی کیسه پلاستیکی، اونجوری می‌ذاریم روشون که استراحت کنن نیم ساعت. یه کاسه آب می‌ذاریم داخل فر که نونمون خشک نشه. اینم اکبر آقا روش باز با تیغ خط انداخت که نون بتونه تنفس بکنه و به شکل ترک این تنفسش خودش توی نون نشون نده. می‌ذاریم توی فر بمونه به مدت 20 دقیقه، دمای 190 درجه. نونایی که درست کردیم حاضر شد. این هم نون همبرگری هست، ببینید این هم که شد نونهای باگتمون. حالا با یه سری محتویاتی که دم دست بود و سری میتونستیم بگیریم، میتونم یه ساندویچ هم درست بکنیم که بافت نون هم ببینید. آره مرسی. این هم نرمه، ببینید هم نون نرمیه، همین که هشنگ میتونید تو خونه راحت درستش بکنید. این از این اکر آقای نون هم باز کن باشه ساندویچ درست. مرسی.